به منظور تسکین و تخفیف خشم و نفرت مردم از چپاولگری های میلیاردی ایادی رژیم و آقازاده ها، این روزها نمایش مبارزه با فساد بار دیگه در رژیم بالا گرفته و خبرهای اون با جفت‌سازی و تبلیغات در رسانه های رژیم و تلویزیون حکومتی منعکس میشه که در اون جنگ باندی به وضوح بارزه و به نظر میرسه که در حال حاضر این باند خامنه‌ای هست که موج حملات جدید رو علیه باند روحانی و دولت اون شروع کرده. توجهتون رو به گزارشی در این باره جلب میکنم. تلویزیون رژیم شب گذشته با آب و تاب از محاکمه داماد وزیر کار دولت روحانی گزارش داد. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به داماد محمد هادی رضوی ابر متهم پرونده بانک سرمایه در حالی برگزار شد که نماینده دادستان گوشه ای از اتهامات رضوی رو برای قاضی قرائت کرد. ایشون خودشون را متهم خرد بانک سرمایه اعلام کردن. درسته پرونده بانک سرمایه خرده ای از اتهامات ایشان هست، ولی ایشان متهم خرد نیستند. 107 میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت نامه دریافت کردند و 104 میلیارد تومان از بانک های دی، اقتصاد نوین، مسکن، تجارت و صادرات. ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلما، بنز S500، همه رو هم با هم داشته، اینجوری نبود بفروشه بخره، همه رو با هم داشته. ایشون بعضی موقع حالا خبرایی هست که ایشون با یه تشریفاتی خیابون میومدن. نماینده دادستان از رضوی که پول بانک سرمایه رو در جاهای بی ربط از جمله ساخت سریال خرج کرده پرسید دقیقاً کارت چیه؟ شما مازوت میفروشید آقای رضوی، استودیو سازی میکنید، مدار بسته می فروشید، گوشت منجمد گوساله می فروشید، تهیه کنندگی فیلم می کنید، کارتون چیه؟ اگرچه خرده پایی از داماد وزیر بعید است، اما اگر عدد دزدی های او همین هایی است که نماینده دادستان می گوید، حق با متهم است که او از دزد های خرده پاست. زیرا در حالی که اشل معمول دزدی های رایج در رژیم چند هزار میلیاردی است، 104 میلیارد و 107 میلیارد عدد قابل ذکری محسوب نمی شود. اما البته این ارقام اگر با قیمت‌های رایج در خرید و فروش کلیه و کبد و قرنیه مقایسه شود، صدها برابر است. با این همه کارگردان‌ها در نمایش هم هوای داماد وزیر را دارند. از جمله اینکه نامبرده برخلاف سایر متهمان لباس زندانی به تن ندارد و چه بسا اصلاً زندانی نباشد. اما این تنها نمایش به اصطلاح مبارزه با فساد نیست که این روزها در نمایشخانه ولایت روی صحنه است. نمایش دیگر محاکمه متهمان یکی از مؤسسات چپاولگر اعتباری است. عذرخواهی متهم ردیف اول پرونده پدیده در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی. من از تمام مردم، از مخصوصا سهامدارا و مردم ایران عذرخواهی میکنم. دلیلم هم اینه. دلیلم اینه که من شاید به اون کیفیتی که باید کار بزرگی با این عظمت رو انجام میدادیم بلد نبودم. ایراداتی داشتم، بعد اصلاح بشه و رو روالش بره که اینو خودم میپذیرم و از تک تکشونم عذرخواهی میکنم. در حاشیه دادگاه امروز دادستان از فرصت متهمان برای دلجویی از 130 هزار شاکی این پرونده گفت. تصمیم دادگاه اینه که خب طبق وظیفه‌ای که داره و رسالت قانونی به همه اتهامات با جدیت رسیدگی بکنه. طبعا اگر در این خلال واقعا ایشون و همکارانشون به عنوان 22 نفر متهمان اصلی شرکت اقدامی داشته باشن در جهت استیفای حقوق سهامداران و شکات، دادگاه علل قاعده اون رو بررسی میکنه. جالب است. مال و حاصل زندگی 130 هزار نفر را به یغما بردند و حالا با یک عذرخواهی توسط یک عامل اجرا انگار که نادانسته پایی را لگد کردند. می‌خواهند سر و ته قضیه را هم بیاورند. و جالب‌تر این که دادستان هم این غارتگری را که توسط نهادهای حکومتی با امکانات و تبلیغات حکومتی صورت گرفته را یک جرم شخصی قلمداد می‌کند و بسته شدن پرونده را موکول به رضایت شاکیان می کند. اما فساد و دزدی و چپاولگری ایادی رژیم و آقازاده ها
تنها به مواردی که در حال حاضر پرونده آنها به علت جنگ باندی روی میز آمده محدود نمی شود. سایت حکومتی مشرق 31 اردیبهشت طی مطلبی با عنوان برخی نزدیکان مدیران دولتی با یکدیگر مسابقه راند گذاشتند می نویسد چندی قبل ویلاسازی دختر نعمتزاده وزیر سابق صنعت هم در منطقه لواسان که این روزها در این منطقه خوش آب و هوا باب شده سر و صدای زیادی برپا کرد. متاسفانه این نوع اخبار و اتهامات از خانواده دولت کم نیست و از حسین فریدون برادر رئیس جمهور گرفته تا مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور و برخی از آقازاده های وزرای دولت چنین اخبار و اتهاماتی در رسانه ها درد پیدا کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری 96 بود که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری از واردات البسه توسط دختر وزیر وقت آموزش و پرورش سخن گفت و اسحاق جهانگیری در دفاع از وی گفت که دختر مظلوم وزیر جهت امرار معاش سعی کرده کاری انجام دهد. اما به نظر می رسد که حالا ورود غیرقانونی نزدیکان دولت مردان به عرصه اقتصاد و ویلاسازی های غیرقانونی و غیره در حال افزایش است.